أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه. والحمد لله على عفوه بعد قدرته. والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ديان يوم الدين. اللهم صل وسلم على حبيبك ونجيبك وصفيك وخيرتك في خلقك، حافظ رسالاتك ومبلغ حافظ سرك ومبلغ رسالاتك، بشير رحمتك ونذير نقمتك، سيدنا وحبيبنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين، وصل على جميع الشهداء والصالحين، وصل على أئمة المسلمين وهماة المستضعفين وهداة المسلمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. خداوند علی اعلا را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری می کنم. خودم که از همه بیشتر نیازمندم، شرکت کنندگان خواهران و برادران را به رعایت تقوا پروا پیشه کردم سفارش می کنم و تذکر می دهم تقوایی که در تمام لحظات زندگی ما را کمک می کند و یاری می کند و از هر خطر و ضرر و آسیب محافظت می کند. لذا امیر بیان قرآن ناطق محور حق فرمودن مردم هوشیار و بیدار باشین، تقوا را حفظ کنین و خودتان را با تقوا از هر آسیبی محافظت کنید. الا فسونوها و تسونو بها. امید است که هممون این سفارش خداوند انبیا و اولیای الهی را در زندگی نصب العین من قرار بدهیم. در خطبه اول در ادامه بحث تزاحم موضوعات اخلاقی، بحث مهم و کاربردی را از منظر اجتماعی دنبال خواهیم کرد. در خطبه دوم مناسبت تاریخی وفات حضرت معصومه سلام الله علیها است که امروز 9 ربیع الثانی، فردا 10 ربیع الثانی مصادف است با وفات اون مجلله مکرمه، یکی دو تا موضوع مربوط به جهان اسلام و موضوعات هم مربوط به افغانستان و مردم خودمان از نکات است که در خطبه دوم باید به اونها بپردازیم. عرض شد که پیامبر بزرگوار اسلام می فرمایند اگر کسی به دیدن عالم برود، خدا فرموده تو به زیارت دوست من رفته ای، جلست الی حبیبی.
آیا صرف تشخیص خوب از بد این همه مقام و این همه تعظیم را به دنبال دارد؟ مسلم است که به محض که انسان خیر را از شر تشخیص بدهد به این جایگاه نمی رسد. چرا؟ چون همه ما انسان ها علاوه بر مؤمنین و مسلمین برای تشخیص خیر از شر مجهزیم. فالهمها فجورها و تقواها، خداوند این استعداد را به ما داده که خیر را از شر تشخیص بدهیم. اونی که میتواند این جایگاه را برای انسان فراهم کند آن است که در تزاحم موضوعات اخلاقی، در تقابل بین دو موضوع مهم و مهمتر، خوب و خوبتر، و برای بیرون رفتن از بد و بدتر، یک انسان در اثر آگاهی و بصیرت به جایگاهی برسد که جامعه را بتواند رهبری کند. چنین انسانی مورد اجلال، تعظیم و تکریم خداوند، پیامبر و دین و دیانت است. در دو جلسه، در دو خطبه، خطبه‌های گذشته، دو تا موضوع را مطرح کردیم. امروز با استفاده از همین ظرفیتی که در یکی دو تا جلسه فراهم شد، بحثمون را بیشتر روی مسائل اجتماعی متمرکز میکنیم. یکی از موضوعات مهم در اسلام مسئله آرامش مردم است، مسئله در واقع سامان پیدا کردن زندگی مردم است، مسئله آبادی شهرها، محل زندگی و اجتماعات انسان هاست. اسلام به این موضوعات خیلی اهمیت داده. ما باید در تزاحماتی که پیش می آید مهم را تشخیص بدهیم. اون چی که می تواند جامعه را در این مسیر یاری بکنه و بر رفاه و امنیت و دین و دیانت و در حقیقت پیشرفت مساعدت و یاری بکند، به اینها باید توجه بکنیم. خیلی وقتا به خاطر همون نکته ای را که عرض کردم و دقتم لازم داره، بعضی ها در تشخیص این اهم و مهم اینجا کمیتشان میلنگه، در واقع گرفتار یک نوع ضعف و یک نوع کمی میشوند. مثلا خداوند علی اعلی در قرآن میفرماید: کسانی که ایمان آورده اید، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله، در راه خدا حرکت کنید، برای خدا حرکت کنید، کونوا قوامین لله. بعد می فرماید شهداء بالقسط، به عدالت گواهی دهید، برای خدا حرکت کنید، به عدالت گواهی دهید. در ادامه می فرماید هرگز دشمنی با یک گروه وادارتان نکند که عدالت نورزید. گاهی آدم با یک کسی، خب در گذشته یک میانه تاریکی داره، میانه به اصطلاح تلخی داره، رابطه حسنه ای نداشته، حالا به قدرت رسیده، حالا مثلا به امکانات رسیده، یک وقت این رابطه گذشته قرآن میفرماید باعث نشود که تو عدالت را رعایت نکنی. ببینین یک فرمول بسیار ارزشمند، تعبیر قرآن این است: ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلوا. هرگز دشمنی با یک مردم، با یک قوم، با یک
جامعه با یک طیف باعث نشود که شما عدالت را رها کنید. خب اینجا تشخیص مهم از مهمتر کار سختی است و همین تشخیص است که جامعه را به سمت بیداری، هوشیاری، امنیت، رفاه حرکت می‌دهد. چیزی که به شدت ما نیازمندیم، حرف روز ما است، حرف زندگی ما است، عامل تحکیم پایه‌های حکومت است، عامل توسعه جامعه است، عامل پیشرفت در عرصه‌های مختلف زندگی است. بعد می‌فرماید عدالت کنید، اعدلوا هو اقرب للتقوى، عدالت کنین، عدالت به تقوا نزدیکتر است. سوره مبارکه مائده آیه 8 این آیه ای را که ترجمه کردم. حالا این بحث را یک مقدار بروز بکنیم، به اصطلاح منطقی کنیم، مربوط بسازیم یا بهره ببریم برای حل مشکلات جامعه مان. ما امروز نیاز به امکانات داریم، نیاز به ساماندهی داریم، نیاز به رفاه داریم، شهرهامان تعارف نمی کنیم، خیلی نیازمنده. ما به برق بیشتر نیاز داریم، به جاده بیشتر نیاز داریم، ما به بهداشت و شفاخانه های مجهز و مورد قبول دنیا نیازمندیم، ما به دانشگاه های که بتواند مشکلات علمی و زندگی جامعه را پاسخ بگوید نیازمندیم. و نمیشه یک جامعه سالها نیازمند و بیرون باشه. رابطه با کشورها درسته، اما رابطه داد و گرفت، رابطه متقابل، رابطه محترمانه، نه رابطه همیشه تحت سلطه و تحت در واقع اهداف و مقاصد دیگران. از چه راهی می توانیم به این مقوله دسترسی پیدا بکنیم؟ در بیان قرآن، در بیان معصومین علیهم السلام می فرمایند هیچ چیزی مانند عدالت شهرها را آباد نمی کند. فرمایش سردار سخن، امیر بیان، علی علیه السلام است: ما امرت البلدان، هیچ چیزی باعث عمران و آبادی و سازندگی شهرها نشده، به مثل العدل، هیچ چیزی شهرها را به اندازه عدالت آباد نمی کنه. شما یادتونه در رژیم گذشته، در رژیم های گذشته، خب چقدر پول ها خرج شد برای ساختن خیلی از بیلدینگ ها، خیلی از ساختمان ها. ما که مخالف با ساخت و ساز نیستیم، او زمان هم نبودیم، الان هم نیستیم، اما این ساخت و ساز ها عادلانه نبود، عاقلانه نبود، مدبرانه نبود. این یک فرمول است، یک سبک است. باید یک دانشمند، یک رهبر فکری که در جامعه جمعی را دنبال خودش میکشانه، مستمع داره، شنونده داره، این جهت را مراعات بکنه که کدام قضیه مهم است. آیا اینه که یک جمعی صاحب چندین بلاک شوند، صاحب جاده و آب و برق شوند، خب این کشور خراب باقی میمونه، یا نه عدالت بزرگ شود، توسعه پیدا کند، از دورترین نقطه ایش کشور تا عاصمه و پایتخت همه بهره‌مند باشند. این دومی مهمه. چرا؟ چون این منجر می شود به آبادی کشور، منجر می شود به پیشرفت، منجر می شود به این که جامعه و مردم را تبدیل می کند به یک قدرت، قدرتی که همسایه ها در مقابلش حساب باز می کنند، قدرتی که
اقتصادهای کلان دنیا در مقابلش مجبوره برنامه ریزی بکنه، و الا به همون حالت ضعف و همون حالت در واقع پشت دست بودن باقی میماند. من زیاد این بحث را اگر باز بکنم زمان بیشتر لازم داره، فرصت نیست. با یکی دو تا در واقع مصداق و نمونه انشالله که بتونم اون چیزی که دنبالش هستم تفهیم بکنم. آقا امیرالمومنین فرمودن خداوند حقوق بندگانش را بر حقوق خودش مقدم داشته. خب ما باید نماز بخونیم، نماز خدا بر ما واجب کرده. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. خدا فرموده اقیم الصلاة، نماز بخونین، روزه بگیرین. اما در بیان دیگری که اینم بیان پیامبر و دستور خدا است، از زبان امیرالمومنین میفرماید خداوند جعل الله سبحانه حقوق عباده، خدای منزه و مبرا از هر عیب و نقصی، حقوق بندگانش را بر حقوق خودش مقدم قرار داده. یعنی اگر کسی نماز نخوان با توبه می شود جبران کرد با قضا، اما اگر حق مردم خوردیم، به مال مردم، به ملک مردم، به ارث مردم، به دارایی مردم کسی ظلم کرد، این قابل بخشش نیست. جعل الله سبحانه حقوق عباده مقدمتن لحقوقه. می فرماید کسی که حقوق مردم را رعایت می کند، این آدم آرام آرام به مرحله می رسد که حق خدا را رعایت می کند. اگر کسی حقوق مردم را رعایت نکرد، از او انتظار نداشته باشین که این آدم حقوق الله را رعایت بکند. پس معلوم میشه که تشخیص مهم و تشخیص اهم در این تزاحم برای پیشرفت جامعه حرف اصلی و در واقع بیان کامل دارد. فرمودن ستم برخ بندگان بر برخ دیگر بدون ادای حق الناس، خیلی تعبیر بروز است و مورد نیاز، بدون ادای حق الناس بخشوده نمی شود. ستم برخ بندگان بر برخ دیگر، اینه که بیاییم به همدیگه ظلم بکنیم، حالا حتی همسر، زن و شوهر داخل یک سقف، زیر یک سقف، دو تا برادر، خواهر و برادر، این نمونه ها در شهر قوغا میکنن. شما به شورای علما وقت سر بزنین چقدر از این موارد ما داریم. حضرت فرمود که وقتی حقوق همدیگر رعایت نکنین، این گناه بخشودنی نیست. حالا یک کسی بیایه بگه فلانی خیلی عبادت میکنه، خب بکنه، مقدم از عبادت که انسان میکنه حقوق مردمه. لذا اگر در زندگی ما حقوق الناس باشه، عبادت ما اثر نداره، در لباس ما، در مسکن ما، حتی در وسائل تطهیر ما، غسل ما، وضوع ما. ما برای که بتانیم یک جامعه ایدئال داشته باشیم، یک جامعه عزیز و مقتدر داشته باشیم، باید در تشخیص این موضوعات خیلی جدی باشیم. اما الظلم الذي لا يترك فظلم العباد بعضهم بعضا. فرمودن بعضی از اقسام ظلم قابل بخشش نیست، ظلم کردن انسان ها به هم دیگر. پس آبادی کشور به ثروت زیادش نیست، اگرچه الحمدلله کشوری داریم که مملو از ثروت است.
من در سالهای گذشته هم عرض کردم، الان هم عرض میکنم، ما برای آبادی باید به سمت که خرد جهانی میپذیرد، عقل سالم درک میکند و خدا او را تأیید کرده حرکت بکنیم. اون قضیه عدالت است، قضیه احترام به حقوق همه مردم است. علی علیه السلام فرمودن جامعه نیاز به نشاط داره، نیاز به شادابی داره. ما همیشه نمیتونیم با اعصاب خرد، گاهی آدم مثلا ورزش میکنه تا شب شادابه، نیم ساعت، یک ساعت، 40 دقیقه آدم میره مثلا در یک فضا ورزش میکنه تا شب، قدرت کاریش بالاست. وقتی بدن ضعیفه، حوصله نداریم، مطالعه من گیرایی نداره، نوشته من خیلی ضعیفه، مثلا اگر اهل تولید و اهل صنعتیم، در اون تولید من آثار خلاصه این بی‌نشاطی ما دیده می شود. خب گاهی آدم دنبال نشاط یک انسانه، یک خانواده است، یک مثلا اداره است، اما گاهی آدم میخواد همه جامعه را به نشاط برسانه. جامعه با نشاط، جامعه امیدوار، جامعه شاداب. حضرت فرمودن جامعه نیاز به نشاط دارد. مایه نشاط جامعه چیست؟ عدالت است. شادابی جامعه در چیست؟ در عدالت است. من خودم بارها حس کردم وقتی در یک دادگاه، در یک محکمه افراد وقتی حضور پیدا میکنن، قاضی به عدالت حکم میکنه، او طرف امیدوار میشه. وقتی آدم در شهر میبینه که به عدالت حکم میشه، بر میگرده، از مهاجرت بر میگرده، از آوارگی بر میگرده، از بیچارگی بر میگرده، به سمت اون جایی که عدالت داره پیاده میشه. پس ما برای آبادی شهر، آبادی کشور نیاز به این مقوله ها داریم. نمونه دومی را که عرض بکنم و انشالله بحث ما ادامه داره در هفته های آینده، او چیزی که از همه بیشتر جامعه را آباد میکنه، ما امیدواریم که انشالله از این فرمول همه من استفاده بکنیم. پدران، مادران، مدیران مراکز حکومتی، اونایی که در اداره هستند، در وزارتخانه ها هستند، بزرگان، شخصیت ها، همه استفاده کنن و دنبال اینیم که یک کشور آباد، مرفه، امن داشته باشیم. من که حقیقتا یعنی حسرت میخورم به اینی که چرا ما از کاروان تمدن بشر عقب باشیم. انشالله به امیدی اون روزی که ما به سرعت این پله ها را بپیماییم و به اون جایگاه برسیم. ناامیدم نیستم و هم خودم به این مقوله باور دارم و هم تلاش میکنم دیگران را به این مقوله باورمند کنم، حکومت را باورمند کنم، تاجر را باورمند کنم، روحانی را باورمند کنم، دانشگاهی را باورمند کنم. چون معتقدم خداوند میفرماید ان الله لا یغیر، خدا سرنوشت مردم را تغییر نمیدهد مگر اون که خودشان دنبال تغییر سرنوشت باشند. خب یکی از بهترین راه ها عدالت حاکمان است. اگر در یک جامعه حاکم عدالت کرد، آثار شادابی به سراغ جامعه می آید. تا آخرین نقطه کشور، در محرومترین منطقه، وقتی مردم عدالت حاکمان را ببینه، احساس شادی می کنند، احساس شادابی می کنند، احساس امیدواری میکنن. افضل الملوک، پیامبر بزرگوار اسلام فرمودن بالاترین حاکم، با ارزشترین حاکم کدام حاکم است؟ افضل الملوک
من اعطی ثلاث خصال، اون حاکمی است که سه چیز را رعایت کنه. یک، الرعفه، به مردم مهربان باشه، به مردم عاطفه داشته باشه، به مردم نزدیک باشه. مکرر من شاهدم در این دو تا ده ساله که در افغانستان و در همین شهر زندگی میکنم، خیلی متاسفانه فاصله بود بین حکام و مردم. ما کم جایی میدیدیم که حاکم در کنار مردم باشه، واقعا نبود، زندگیشان جدای از مردم. و امروزم حکام فعلی باید به این مقوله توجه بکنن، اگر فاصله زیاد شد بین مردم و حکام، این به این معناست که ما به یک سمت دیگری در حرکتیم. فرمودن به سه چیز اگر توجه شود باعث می شود حاکم افضل الملوک باشد. یک، فرمودن به مردم رأفت و محبت. دو، والجود، به مردم بخشش داشته باشد، هرچی امکانات در اختیارشان قرار میگیره بخش زیادش در اختیار مردم قرار بده. خب ما امروز مشکل سخت داریم، الان زمستان در پیشه، همطوری که مشکل مواد غذایی داره جامعه، مشکل مسائل آموزشی دارن. خب بعضی چیزها شاید از دست حکام ساخته نباشه، اما بعضی چیزها ساخته است. امروز زغال سنگ افغانستان، خب شک نیست که یکی از منابع بالای درآمد کشور است. حداقل در مصرف داخلی تجدید نظر باید بشه. بالاخره یک افغانستانی که در این شهرها زندگی میکنه، این باید طوری برنامه ریزی بشه که حداقل مواد سوختش یا هزینه نداشته باشه، یا اگر هزینه داره هزینهش باید خیلی پایین باشه. حالا گاز ما در قیمت بالا بخریم، اما خیلی چیزهایی که از داخل کشور است باید این زمینش فراهم بشه، مردم براحتی استفاده بکنن و این باعث می شود امیدواری بیشتر بشه، نشاط مردم بالا میره، پایگاه حکومت مستحکم میشه. سومین چیزی را که حضرت فرمودن خیلی در رسیدن اون جایگاه برای حاکم ارزش دارد، عدالت. اگر جامعه شاهد اجرای عدالت در همه عرصه ها، مخصوصا از ناحیه ملوک، از ناحیه مسئولین باشد، زمینه آبادی و رشد و ترقی جامعه فراهم می شود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفر انه کان توابا. صلی الله علیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى علی امیر المؤمنین وعلى الصدیقة الطاهرة وعلى الحسن والحسین وعلی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة الخلف الصالح.
ائمه المؤمنین. بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را بر رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. موضوعات را که در خطبه دوم لازم میدانم مطرح کنم از باب وظیفه، اولین موضوع و اولین نکته مسئله وحدت مسلمان هاست. اگرچه این موضوع الحمدلله در کشور ما خیلی به لطف خداوند در تاریخ با فراز و فرودش از یک بستر مستحکم و متعالی بهره‌مند بوده. جامعه افغانستان الحمدلله در مسیر وحدت و احترام به باورهای همدیگر در بین کشورهای اسلامی نمونه است. الحق و الانصاف در این عرصه باید همه کشورهای اسلامی از افغانستان الگو بگیرند. ما به عنوان یک افغانستانی که نزدیک نیم قرن بیشتر در این کشور زندگی کردم و در کشورهای همسایه مسافرت‌ها داشتم و زیارت‌هایی که رفتم، شاهد همدلی و وحدت و همپذیری که در افغانستان بودم، در کم جای دنیا این احترام به باورها و به عقاید و به همسایگان را دیدم. اما خطر بزرگ جهان اسلام را تهدید میکنه، همون گونه که هفته گذشته عرض کردم، دشمنان اسلام برای مبارزه با اصل اسلام برنامه دارن. یکی از برنامه هاشان ایجاد فتنه و تفرقه بین جامعه اسلامی است. همه کشورهای اسلامی را در نظر دارم و مد نظرم هست. نکته ای را که امروز عرض میکنم محور وحدت، یعنی ما مسلمان ها، خب مذاهب مختلفه، حنفی داریم، مالکی داریم، شافعی داریم، حنبلی داریم، جعفری داریم، با چی محور ما مسلمان ها میتونیم وحدت را پاس بداریم؟ به عبارت دیگر یک معیاری، یک محوری، یک مرکزی را هممون بپذیریم، بر اساس او همدیگر قبول داشته باشیم، احترام بکنیم، در این حال که اختلافات هست اونها باعث نشود که ما منافع کلان اسلام را نادیده بگیریم. نکته اولی را که عرض میکنم همین نکته است. فرمایشی از امیر المومنین علی علیه السلام نقل کنم براتان در خطبه 216 در نهج البلاغه. حضرت میفرماید بزرگترین حق که خداوند واجب ساخته است و اعظم و مفترض الله سبحانه، حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیت علی الوالی. خب میدونین زکات واجب است، حج واجب است، صله رحم واجب است، پرداخت قرض واجب است، اینا همه واجبند. حضرت فرمودن بزرگترین حقی که خداوند واجب ساخته است حق حاکم بر مردم. مردم باید حکام احترام کنن و حق مردم بر حاکم است. از اون طرف باید حاکمم مردم احترام بکنه، حقوق مردم رو بپردازه. چرا این دو طرف اینقدر حق مهم است؟ دقت کنید، این فریضه حضرت فرمودن اینی که حاکم حق مردم رعایت بکنه، مردم حق حاکم رعایت بکنه، باعث الفت و پیوستگی آنان میگردد. یعنی در تهاجم دشمن، در حمله های دشمن، در پلان های دشمن، وقتی این رابطه بین حاکم و رعیت بود، رعیت از حکومت حمایت میکنه و حکومت از رعیت حمایت میکنه. شما دیدین نظام های
که زود سقوط میکنن برای که این پیوستگی را ندارن، این ارتباط ندارن. کی این ارتباط برقرار میشه؟ این ارتباط باعث استحکام میشه. تحلیل این قضیه خودش خیلی مطلب اساسی است. حضرت فرمود که وقت حاکم حق رعیت رعایت کرد، رعیت حق حاکم رعایت کرد، باعث می شود که این استحکام به وجود بیاید. حالا محور خدمت شما عرض میشه که این حرکت چی است؟ وحدت است. ما اگر بخوایم منافع یک کشور را حفظ بکنیم، منافع جهان اسلام را حفظ بکنیم، مثل همین رابطه ای که بین مردم و رعیت باید توجه داشته باشیم، در وحدت جهان اسلام باید ما به موضوعات کلان فکر کنیم. مسئله اول مسئله توحیده. خب همه مسلمان ها خدا را قبول دارن یا نه؟ شما یک مسلمان پیدا بکنین که اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له نگه، این بالاتر مهمتر از این محور میخواییم؟ بالاتر از این محور نمیشه پیدا کرد. خب مسلمان پیدا میشه که پیامبر قبول نداشته باشه؟ حنبلیه، شافعیه، مالکیه، حنفیه، جعفریه، همه میگن اشهد ان محمدا رسول الله. خب همه قرآن قبول دارن، محمد رسول الله. والذین معه، کسانی که با ای پیغمبرن، منظور آیه اونایی که در زمان پیغمبر بود اونا نیستن، تا روز آخر عالم، عمر دنیا. والذین معه، کسانی که با ای پیغمبرن، اشداء علی الکفار، اینا در مقابل کفار باید خیلی قوی باشن، رحما او بینهم، و همدیگه مهربان باشن. شما ببینین دشمن طوری برخی از مردم مدیریت میکنه، از طریق رسانه، از طریق ایجاد فتنه، ایجاد شبهه، توهینی به مقدسات همدیگه. یک ایده ای رو وادار میکنه، آقا عوضی که در مقابل دشمنی که خدا میفرماد اشداء علی الکفار، او کافر نه خدای ما را قبول داره، نه پیغمبر ما را، نه قرآن ما را، ما با او هیچ عکس العمل نداریم، اما در مقابل هم دیگه چنان موضع میگیریم. آقا اینجای چیزی را که من قبول دارم تو قبول نداری. باید ما محور پیدا بکنیم. پس محورهای خلاصه وحدت اسلام توحیده، نبوته. بگذاریم قرآن است. پس امروز شاهد باشین تلاش های جدیدی را دشمن شروع کرده. یعنی اگر اهل دقت باشیم و مسائل کلی جهان اسلام بپردازیم، الان توطئه هایی هم در کشورهای همسایه ما و هم در سطح جهان اسلام در حال ترریزی و اجرا است که بتوانن یک اختلاف عمیق بین مسلمان ها به وجود بیاورن تا امنیت کشورهای اسلامی را متزلزل بکنن. این نکته اول از باب تذکر در فضای نماز جمعه عرض کردم. مسئله دوم قبل از اونه که به مسئله مناسبت تاریخی یعنی وفات حضرت معصومه سلام الله علیها بپردازم، مسئله تحصیل زن هاست که یکی از معضلات جامعه امروزی ماست. هم انصافا دختران ما رنج میبرن، هم خانواده ها، هم حکومت در این قضیه مشکلات گرفتاری هایی داره. من عرض کردم صحبت هم بر محور این است که کمکی و همه اقشار جامعه از حکومت تا آحاد ملت کرده باشم. بحث زنها در قرآن یکی از بحث‌های مهمه.
من امروز فرصت کمی پیدا کردم یک مطالعه کوتاهی را در رابطه با زنها از قرآن انجام دادم. 42 آیه در قرآن بحث زنها را داره. شما برین کارهای قرآنی را که دنبال میکنین، 42 آیه در قرآن در رابطه با زنها است. خب نمیشه 42 آیه در قرآن درباره زنها باشه ما نتونیم مسئله تحصیل زن از نظر قرآن و دین به دست بیاریم. من یکی از آیات بخوانم: و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله. سوره مبارکه نساء که یکی از سوره های قرآن به نام زن هاست، چهارمین سوره قرآن، آیه 75 میفرماید چرا در راه خدا جهاد نمی کنین؟ ما لکم و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، چرا در راه خدا جهاد نمی کنین؟ بعد میفرماید والمستضعفین. راه خدا کدام راه است؟ راه نجات مستضعفین، من الرجال و النساء، زنها و مردانی که در حالت استضعافند، والولدان، اطفال. کدام اطفال، کدام زنها، کدام مردها؟ الذین یقولون، او زنان و مردان و اطفالی که میگویند ربنا اخرجنا، خدایا ما را بیرون کن، من هذه القریه، از این قریه، از ظالم اهلها، قریه ای که ساکنانش گرفتار تعدی شدن، گرفتار ظلم شدن. واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، خدایا برای ما سرپرست قرار بده، این سرپرست از جانب تو باشد، خدایا برای ما یاور انتخاب کن، این یاور از کانال تو باشد. اینجا ما میبینیم حقوق مردها و زنها در کنار هم و اطفالی هم که اینجا مطرح شده، با وجود زن و مرد است که این اطفال پیدا میشوند و طالب این حقوق میشوند. از نظر نظام اسلامی، از نظر قرآن، همان گونه که مرد دارای استعداد هاست، ظرفیت هاست و باید این استعداد و ظرفیت شکوفا شود، زن هم دارای همین استعدادها و ظرفیت هاست. در زمان پیامبر بزرگوار اسلام، زنها در مسجد حضور پیدا می کردن، در تشییع جنازه حضور پیدا می کردن، حتی بالاتر در میدانهای جنگ هم حضور داشتن. اما متاسفانه امروز دشمن یک حرکتی را در این مسیر به وجود آورده تحت عنوان آزادی. فکر میکنن اگر این گونه بود حقوق زنها داده شده و الا نشده. من در رژیم گذشته بارها گفته بودم، یک عده میگفتن آقا بیاییم حقوق زنها را بگیریم، بعد میگفتن فقط زن میتونه حقوق زن را بگیره. یکی اشتباست، قرار نیست خود زن بیای حقوق زن بگیره. خب ما هممون باید حقوق زنها را مطالبه بکنیم. اینطوری نیست که اگر در یک پست یک مرد بود، این مرد به حقوق زن توجه نداشته باشه. حالا اگر یک جایی یک زن اونجا ماموریت داره، مسئولیت داره، اینطوری نیست که این زن فقط دنبال حقوق خودش باشه. خب این باید حقوق مردها را هم رعایت بکنه. چیزی را که در زمان پیامبر دقت می شد، اختلاط، یعنی یک نوع حرکت در جامعه، در اداره، در محیط آموزشی، در محیط علمی که باعث می شد این استعداد عوض که شکوفا بشه از بین بره. پیامبر به شدت جلب این نحوه از حرکت می گرفت، اجازه نمی داد که وضعیت طوری باشه که عوض استعداد شکوفا بشه استعداد بمیره. خب در یک دانشگاه، در یک مکتب، وقتی اختلاط مخصوصا بین سنین بالا، خب این باعث میشود که استعدادا بمیره. من الان نمیگم
ده سال جلوتر، 15 سال جلوتر به خیلی از آموزشگاه ها پیشنهاد کردم، گفتم برای که آموزشگاهی موفقی باشین بیاین دخترها را از پسرها جدا کنین. پس منع برای آموزش و یادگیری وجود نداره. بله، اونی که لازم است رعایت شؤونه. اسلام هرگز راضی نیست یک زن بیکار باشه، عاطل و باطل باشه. بله، پوشاندن بدن به استثنای صورت و دستها در تعامل و در ارتباط کاری و حضور زنها در اسلام محترم است. مسئله رعایت محرم و نامحرم در اسلام مطرح است. اسلام در آیات که مربوط به زنها می شود، زنها را به دو گروهی بزرگ تقسیم می کند: محارم و غیر محارم. مردها را به دو گروه تقسیم می کند: محرم و نامحرم. پس ما باید به اون چه که حق است توجه کنیم تا هم مشکل اجتماعی و روابط کلانمان حل شود و هم زمینه شکوفایی استعدادها را فراهم بکنیم. قبل از اونی که آخرین نکته را عرض بکنم، وزارت داخله معینیت مبارزه با مواد مخدر و قاچاق در یک گزارشی اعلام کردن در همین روزهایی که پشت سر گذاشتیم، گفتن قاچاق مواد مخدر و کشت مواد مخدر به صفر رسیده و برای کاروبار مواد مخدر به هیچ کس اجازه داده نمیشه. خب خبر خوشی است که الحمدلله مبارزه با مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر به این مرحله رسیده. شخصیت های زیادی صحبت کردن، از جمله معین مبارزه با مواد مخدر. ایشان نقل قول کردن فرمانی که از سوی امیرالمومنین صادر شده در بخش معینیت ما مورد توجه قرار گرفته و در واقع با اون اهداف داریم نزدیک میشیم. گفتن یکی از بهترین راه‌ها برای معرفی بد و به اصطلاح ضعیف جایگاه مواد مخدر منابر است. یعنی از علما خواستم که جایگاه مواد مخدر معرفی کنم. من یادم نمیره 15-16 سال قبل وقتی آمده بودم مزار، خب کشت و در واقع معامله و قاچاق و خرید فروش مواد مخدر آزاد بود، خیلی ها پولدار شده بودن. یک جمعی از علما در یک جلسه ای که بنده هم حضور داشتم خیلی اصرار کردن آقا به مردم اجازه بدیم. وضع اقتصادی مردم خرابه، مردم ما دیگرا کشت میکنن. من عرض کردم که ما مجاز نیستیم، نه برای کشتش نه برای خرید فروشش. خلاصه بحث جدی شد. من سفر رفتم عراق، اون زمان نمایندگی حضرت آیت الله سیستانی هم در افغانستان به این شکل نبود. توفیق زیارت حضرت آیت الله فیاض حفظه الله را اونجا پیدا کردیم، خدمت ایشان عرض کردیم آقا مردم در این شرایطن، عده کشت میکنن میفروشن، پولای خوبی گیرشن، یک عده خلاصه اصرار دارن که اجازه بدین، ما هم اجازه ندادیم، نظر شما چیست؟ ایشان فرمودن ما به هیچ وجه نه اجازه کشتش میدیم نه اجازه خرید فروشش میدیم. من اینا شفاهن خودم سوال کردم و خبرش آوردم به رفقا گفتم. ما امروز هم خوشحال هستیم که قضیه به اینجا رسید. آقای عبدالسلام حقانی رئیس ولایتی وزارت ارشاد و حج و اوقاف در یک صحبت گفتن ما از راه منبر قبایح و مذمت این به اصطلاح مواد مخدره و مضره را بیان میکنیم و احکام الهی را علمای کرام از راه منبر بیان میکنن. ما در این راستا در سالهای متمادی موضع داشتیم،
صحبت داشتیم الان هم داریم، متاسفانه گزارشاتی را که دیگران میدن برعکس است. سازمان ملل در گزارش تازهش گفته که 32% این به اصطلاح برنامه یعنی افزایش داشته و خدمت شما رو شه کشت به 2333,000 هکتار زمین رسیده. اینه که اونها علیه حکومت، علیه در واقع مردم ما توطئه میکنن، رای حلش اینه که بیاییم واقعا از رسانه ها استمداد بکنیم. یعنی یکی از راه های مبارزه با دشمن همین است که پلان دشمن خونسا بکنیم. قرآن در سوره منافقون خیلی قشنگ این بحثا را مطرح میکنه، میفرماید که منافقان میامدن دور هم جمع میشدن، حتی میامدن به پیغمبر میگفتن تو پیغمبری، تو فرستاده خدایی، خدا هم میدونه تو پیغمبری، اما این منافق ولو بگه تو پیغمبری در این پیغمبر گفتنش هم دروغ میگه، چون از روی عقیده نمیگه. خب یک عده دنبال نفاق هم بعد باید چیکار کرد؟ در همین سوره منافقین داره میگه وقتی یک کسی خبر دروغی را پخش میکنه، رایش اینه که تحقیق بشه. ما بهترین رای حل اینه که رسانه ها را به یاری بطلبیم، از اینا کمک بگیریم. خب وقتی علیه مردم ما توطئه میشه که 2333 هکتار زمین، شاید هم 233 خلاصه هکتار باشه، حالا این گزارش من خواندم، وقتی توطئه میشه رای حلش اینه که ثابت بشه با گزارش که این واقعیت نداره. انشالله ما مثل گذشته در مقابل درآمد مواد مخدر حساسیم و او را حرام میدانیم، اسلام حرام میدانه، دین ما حرام میدانه. چرا؟ چون به ضرر است، هم ضررهای فراوانی جسمی داره. من در گذشته مخصوصا در سالهای اخیر حکومت قبلی در سطح شهر وقتی راه می رفتم تعداد زیادی از معتادین می دیدم، واقعا رنج می بردم. الان الحمدلله شما شاهدین که خیلی کم شده. بالاخره کسایی که آمدن قضیه را مدیریت کردن واقعا قابل ستایشه، سختگیری کردن به خانواده هاشان، فشار آوردن به خودشان، فشار آوردن، حداقل بخش زیادی از مشکل امروز حل شده. یک تعدادی با همین برنامه ها برگشتن سر خلاصه خانه و زندگی و دیگرانی هم که گرفتارن انشالله با پیگیری و همکاری دولت و ملت انشالله مشکل حل می شود. آخرین برنامه و آخرین بخشی را که تقدیم محضرتان بکنم، فردا دهم ماه ربیع الثانی مصادف است با وفات حضرت معصومه سلام الله علیها، دختر امام، دختر حضرت کاظم علیه السلام، خواهر امام، خواهر امام رضا علیه السلام و عمه امام، عمه حضرت جواد الائمه علیه السلام. خیلی فرصتمون کوتاست. امام صادق در سال 83 متولد شد، در سال 148 شهادت رسید. حضرت معصومه سال 173 به دنیا آمده، یعنی بعد از 25 سال که امام صادق به شهادت رسید حضرت معصومه به دنیا آمد. فاصله شهادت حضرت معصومه و ولادت حضرت، شهادت حضرت صادق و ولادت حضرت معصومه 25 سال است، اما امام صادق قبل از ولادت حضرت معصومه، حضرت معصومه را معرفی کردند. حضرت معصومه نواسه امام صادق علیه السلام است. تقبض فیها امرأة من ولدی، فرمود یکی از فرزندان من در قوم قبض روح می شود، یعنی از دنیا می رود. اسمها فاطمه، اسمش فاطمه است، بنت موسی، دختر موسی بن جعفر است. جایگاه را ببینید، مکرر به زیارتش انشالله مشرف شدین و باز هم انشالله نصیبتون بشه.
در دعاها داریم، در روایت داریم، کسی که با معرفت زیارت بکنه این زیارتش باعث نجاتشه. حضرت فرمود تدخلو بی شفاعتها شیعتی الجنت بی اجمعهم، و شفاعت این دختر تمام شیعیان ما میتوانن اهل بهشت شوند. یه شخصیتی به این عظمت، حضرت معصومه سلام الله علیها سال 200 هجری امام رضا را از مدینه به اجبار آوردن خراسان. تاریخ مطالعه بفرمایید. حضرت رضا از مدینه توسط مامورین مأمون ذو ریاستین آورده شد خراسان سال 200. دو سال گذشت، امام رضا نامه نوشت به خواهرش حضرت معصومه، از اون طرف خواهرم دیگه در فراغ برادر تحملش از دست داد، حرکت کرد از مدینه برای زیارت و دیدن برادر بیای خراسان. حالا تاریخش مفصله. تعدادی از امامزاده ها تا امرای حضرت معصومه حرکت کردن، آمدن رسیدن صابه در یکی از شهرهای همسایه و نزدیک قم. اونجا بی بی مریض شد، سنش هم جوانه، ازدواج نکرده. بعد سوال کرد که در این دوروبر از پیروان ما، از دوستان ما کسیانی هستن؟ گفتن بی بی شما با قم خیلی فاصله نداریم و قم محل دوستان شماست، مخصوصا خانواده سعد اشعری که از شیعیان مخلص اهل بیت بود اونجا حضور داشتن. بی بی برنامه ریزی کرد که به قم تشریف بیارن. این خانواده با کرامت و با ارادت سعد اشعری برنامه ریزی کرد، رفتن بی بی را از صابه آوردن قم، همین جایی که الان محل دفن بی بی است. وقتی بی بی را آوردن 16 روز یا 17 روز طول کشید که بی بی در قم موندن. خیلی بی بی را احترام کردن، خیلی تجلیل کردن، اما بی بی مریض شده بود. جلسات تشکیل دادن در اون 15-16 روز، یک محل عبادت مخصوص که معروف است به بیت النور، خانه نور، برای بی بی فراهم کردن. بی بی در اون روزها که هم کسالت داشتن اونجا خدا را عبادت می کردن. بالاخره مثل امروز حضرت معصومه سلام الله علیها وفات کردن، وفات شهادت گونه. ما هم این مصیبت را به محضر امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، به محضر همه معصومین، حضرت رضا، حضرت جواد الائمه، حضرت موسی بن جعفر تسلیت عرض میکنیم. خب یک دختر از دختران امام در قم از دنیا رفت، خیلی تجلیل کردن، بدن خلاصه غسل داده شد، کفن شد. همین محل فعلی که الان زیارتگاه معروف و مشهور بی بی است، باقی بود از موسی بن خزرج قمی، این باغ را وقف کرد. خدایا به حرمت این خواهر و به حرمت عمه جانش زینب کبری سلام الله علیها، امنیت کامل نصیب همه مسلمین ملت و کشور افغانستان بفرما. فرج آقای ما و مولای ما صاحب الزمان معجل بگردان. خدایا پروردگارا عزیزانی که با حضورشان نماز جمعه این صحنه عزت و بیداری را یاری میکنن، به توفیقاتشان بیفزا. خدایا در محوریت قرآن ما را بیش از پیش به هم دیگه نزدیک و مهربان بگردان. خدمتگزاران دلسوز، خدایا صادق به اسلام، به افغانستان، به امنیت، به پیشرفت، به عزت و اقتدار این کشور، خدایا از همه حوادث خطرات محافظت فرما. توطئه دشمنان به خودشون برگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.